همین تو فوتبالیستی؟ من نه. من چی کار دارم کنم؟ ما اینجا زمین آماده میکنم. من چه کاری؟ برای سرنوشون میگه میخواد زمین فوتبال بشه. خوبه زمین فوتبال بشه؟ آره خوبه. شمایش بکنم. دیدی که داشت خیلی تو چشمان بزد یگانگی و زلالیشون خیلی آدم صاف و صادقی بود و همیشه تمام چیزی که در درونش بود و خیلی ساده بازگو میکرد نمیذاشت چیزی در درون خودش بمونه هر موضوعی داشت هر چیزی به ذهنش میزد هر اشکالی یا انتقادی میگید همه رو چه از خود چه از دیگرهای سیاه چه از خود من این را خیلی راحت میگفت یعنی زلالی و یکرنگی و همطور سادگی و بی‌تکلفی در رفتار خیلی پیشش میکنه حنیف در دوم فروردین ماه 1361 در تهران متولد شد دو ماه قبل از تولدش پدرش مجاهد خلق اکبر کفایی توسط رژیم خمینی در این تیربارون شد و حنیف هنگز پدرش رو ندید یه وجه مشترکی که من و حنیف با هم داشتیم این بود که هیچ کدومون تو ایران بزرگ نشده بودیم اون از سوئد اومده بود و من از کانادا من در خارج بزرگ شدم و اونجا اساسا هیچ کمبودی امکاناتی نداشتم تحصیلات که امکاناتش فراوان بود دیپلممو گرفته بودم تو خانواده ثروتمند زندگی میکردم من دیپلم جامعه شناسی گرفته بودم و حتی تو دانشگاه هم قبول شده بودم مثلا تو شوخی هم که با هم میکردیم من همیشه به حنیف میگفتم تو بچه سوئدی ولی علیرغم این حنیف همیشه به میگفت نه من بچه تهرانم تو جنوب تهران به دنیا اومدم به خاطر همینم همین شب آخری قبل از اینکه شهید شد حنیف یه با هم شوخی میکردیم به حنیف گفتم که خب تو که اینقدر میگی بچه جنوب شهر تهرانی تو که تهرانی تو باید یه از این پیچای تهرانی به ما یاد بدی که بعد اینقدر بهش اصرار کردم ولی چون حنیف کاراکتر خیلی ساکت و آرومی داشت توی نسکا نبود از این پیچا بگم که اینقدر بهش اصرار کردم که وگش گفت باشه داشت شاکرتم حنیف خیلی خیلی دوست داشت از فرهنگا و سنت های ایران بدونه و بشنوه چون تو کشور خارجی بود به همین خاطر همیشه از من سوال میکرد و میومد میگفت که مثلا تعریف کنم براش میگفتم مثلا این لهجه فلان جا اینجوریه مثلا این لهجه کردی لهجه لکیه لهجه لوریه نمیدونه خلاصه همیشه از من سوال میکرد و منم بهش جواب میدادم یا یادم هست در مورد این ضرب المثل ها و این پنج اندازه‌ای که بود همیشه من سوال میکرد یه روز سر یک کاری با هم بودیم بعد من به حنیف گفتم که حنیف من حداقل 3 سال بودیم از تو بزرگترم 3 تا چورم بیشتر از تو پاره کردم دیگه بعد یه دفعه حنیف برگشت گفت چرا 3 تا چورم تو پاره کردی من گفتم بابا این یه ضرب المثله بعد دوباره تاریخی ضرب المثله برای حنیف تعریف کردم